به نام خداوند بخشنده و مهربان، با درود و سلام محضر شما بیننده های عزیز تلویزیون آریانا خوش آمدیم به یک دیگر از گزارش های ما. امروز آمدیم به ساحه پارک ترقی، یک کافه خیلی خوب در این ساحه ساخته شده، مکانی که قبلا جای بی نظمی بود ولی امروز تبدیل شده به یک مکان خیلی خوب با سرمایه گذاری سکتور خصوصی. پس با ما همراه باشین، میریم هم کلام میشیم با مسئولان این کافه که در یک فضای باز و دلنشین در واقع ساخته شده و شما میبینیم که چقدر زحمت کشیده شده روی این کافه و این فضای خیلی مقبول آماده گردیده. در چند سال گذشته خیلی از پارک ها و مکان هایی که در شهر هرات بود به سکتور خصوصی سپرده شده و در واقع سکتور خصوصی با سرمایه گذاری از مکانهایی که به اصطلاح مرده بود و جان تازه‌ای نداشت یک فضای خیلی خوب و مقبول آماده کرده. پس ما همراهی بکنیم و در این گزارش با ما همراه باشیم. در کنار مسئول کافه هستیم، با اینا هم کلام میشیم. سلام، روز بخیر. خوبه؟ خوبم، بخیرم، صحتمند. سلامت باشیم. معرفی بکنیم. فرهاد امیری، مسئول کافه. کافه چی؟ کافه ناجو. کافه ناجو برگرفته از درختان ناجوی هرات. جناب آقای امیری اگه موافق باشیم بریم که یک جای نور بیتری هم باشه، ما رو همراهی بکنیم ببینیم که با چی ظرافت و زیبایی در واقع این مکان را آماده کردن و من گمان میکنم محیط واقعا خوبی هست برای سرگرمی و رفع خستگی های روزمره. میشه که شما تشریف بیاریم و اینجا بشینیم که با شما هم کلام بشیم. آقای امیری، چند وقت میشه که این کافه ایجاد کردیم در پارک ترقی؟ ما تقریبا حدود یک ماه خورده میشه که فعال کردیم به خدمت مرادرها و دوستا، به خاطر از اینکه یک جای باشه، یک تنوع خیلی خاص باشه برای جوان ها، برای فامیلا، برای خانواده های خیلی محترم، اینجا یک جای خوب باشه که بیایم حداقل یک ساعت از غم و همه گرفتاری ها خود دور باشن. دیگه یک جای تیار کردن، گفتم بیایم ساعت خاطر کنم. ما در سالهای اخیر شاید از این بودیم که همین مکانی که فعلا اینجا نشسته هستیم یک مکان بالا خیلی مناسب نبود، نظم خوبی نداشت. فکر میکنیم اگر سکتور خصوصی و سرمایه گذارا بیایم سرمایه گذاری بکنن به نقاط مختلف شهر، چقدر میتونه برای زیبایی و نظم بخشیدن کمک بکنه؟ همونطور که شما ذکر کردین واقعا جای نبود اینجا. حالا سه کنین اینجا چمنا شده که مثلا جوانا میان فوتبال میکنن، بعد از چمنا سه کنین اینجا مثلا جای شو جای خیلی رمانتیک شد که یعنی واقعا دوستا میان هر کس تعریف میکنه، ما عکس که میگذاریم هر کس میگه که اینجا خارجه، ما میگم نه، اینجا همون پارک قدیمیه که ما این رقمی رو جور کردیم. بخیر به او طرف باز رستورانات ما هم جور میشه انشالله، شهر بزین میشه دیگه انشالله، خیلی جای رومانتیک شیک میشه اینجا. بسیار عمالی. دقیقا، چون یک تصویری که خارجی ها نسبت به افغانستان دارم اینه که گویا افغانستان یک سرزمینیه که از صبح تا شام جنگ خونریزیه، نه مکان مردم افغانستان برای تفریح دارن، به اصطلاح نه مکانی دارن که برن درس بخونند و هیچ پیشرفتی در اون صورت نگرفته. این تصاویر و این گزارش مطمئنا پاسخیه برای کسایی که تصور میکنم اینجاگا خارجه. 100% گپ شما، ما واقعا تایید میکنم، واقعا مشکلات زیاده، گرفتاری ها زیاده. یک جای جور بشه که جوان ها بیاین برای دو ساعت فکر آروم بشه، یک جای باشه که کسی برای اینا مزاحمت نکنه. واقعا کسایی که این کارا رو میکنن، سرمایه گذاری میکنن، یک جای جور میکنن که حداقل یک فامیلی میه راحت باشه، واقعا من خیلی از اونا تشکر میکنم. حالا این نفر که اینجا جور کرده واقعا به فکر ازی بوده که اینجا یک جای خیلی خوب بشه که حداقل 4 نفر که میان راحت باشن، مکان خوب بشه، یعنی از اون مشکلاتی که قدیم دیشت دیگه رفع بشه، اون مشکلات خیلی جای رمانتیک شیک شد ان شاء الله. سلام علیکم. خب ظاهرا چای هم بیاوردم با تایید حرفای شما که در این شام پاییزی هرات فوق العاده و لذت خیلی خاص میتونه داشته باشه. معمولا چی سرو میشه در این کافه؟ ما اینجا انواع جوس داریم، قهوه داریم، فاست فود داریم، دیگه هر رقم جوس 4 فصل که خواسته باشیم اینجا هست. قهوه خارجی هست، انواع چای هست،
یک همین چیزا رو صرف داره برای فعلا، چون که تا بخش رستوران ما فعال میشه باز غذا انشالله همه چیز از کباب و برنج و همه چیز انشالله باز اینجا باز مومین اومده. یادم از یادش بخیر وقتی که صنف 11 یا 12 مکتب بودم در این پار میامدم درس میخوندم و وقتی بعد از تقریبا 6-7 سال که به اینجا آمدم و دیدم که چنین جای خوبی شده واقعا لذت بردم و برای من خوشایند بوده. استقبال چگونه بوده تا فعلا و از طرف دیگه در مورد از این میشه بگیم که از دیگر ولایات هم به این کافه میاین یا نه؟ واقعا استقبال خیلی خوب شده. حتی ما همین دیشب از کابل مهمانای خیلی خاص داشتیم اینجاگا، یعنی مهمانای خیلی ویژه میان اینجاگا، خیلی استقبال کردن. به خدا همین افتتاح که گرفتیم ما اینقدر استقبال شد، یعنی از اطلاعات فرهنگ، از دولتی ها، هر کس که ما تعریف کرد که واقعا این پارک شما از یه حالت که قدیم بود کشیدن به یه حالت رسونده، خیلی یعنی جای تعجب بود برای اینا. خیلی هم تعریف و توصیف کردم از ما، گفتن انشالله که ما موفقیت بیشتر بر شما میخواهیم و ما هم کوشش میکنیم اینجا جای بشه که واقعا همگی از ما تعریف کنن انشالله. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما و ما چای نوشجان میکنیم که البته چای زعفران هم هست، میشه که ببینیم جای شما خیلی خالی، چای زعفران هرات. بعد میوه های خشک میبینیم، چارمغز یا جوز، کشمش، بادام درختی، تخم، الواسوان هرات، خورما و آب نبات چوبی یا نبات زعفرانی. مثل پاسگزاری میکنم از شما و خواستیم که نشان بدیم گوشه از زیبایی های شهر هرات و هر وقت که از هر کجای دنیا به هرات آمدیم حتما سری بزنیم و از این مجموعه زیبا هم دیدن بکنیم و در یک فضای با آرامش خاص لذت ببریم. تشکری میکنم از شما که پذیرایی کردیم از ما. خواهش میکنم، ما به خدمت شما و به خدمت تمام دوستا و جوانا و فامیل های خیلی محترم هستیم. اینجا بیایم انشاءالله یک تنوع خیلی خاص برای همه گی جوانا و فامیل ها میشه. ما به خدمت همه گی هستیم. تشکر از شما. ممنون که ما رو همراهی کردیم. اگر دوست داشتیم این محیط و برای شما متفاوت بوده حتما برای ما در یوتیوب کامنت بگذاریم و دیدگاه خود را شریک بکنیم. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.